عواست مهرماه سال 1397 اهالی یکی از محله های ونک تهران با پلیس تماس میگیرند و گزارش میدن که بوی تعفن خیلی بدی از محلشون میاد پلیس گزارش این افراد رو ثبت میکنه و تحقیقات خودش رو آغاز میکنه بررسی های میدانی از محل آغاز میشه و معمورا توی یکی از خونه ها با جنازه مردی روبرو میشن که درازکش روی زمین افتاده بوده پزشکی قانونی توی آزمایش های خودش تایید میکنه که این فرد دو روزی میشده که جون خودش رو از دست داده تحقیقات توی این پرونده معمورا رو با موضوعات عجیبی روبرو میکنه سلام رفقا مهدی هستم همراه و روایتگر پرونده های جنایی از کانال مهدی تیوب امشب با یک پرونده عجیب و دلخراش از تهران در خدمت شما هستم خوشحال میشم برای اینکه از کانال خودتون حمایت کنید صفحه ما رو سابسکرایب زنگوله ی کنارش رو فعال و ویدیو رو لایک کنید بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت میکنم 14 مهر ماه سال 1397 ساعت حدودای دو ظهر اهالی یکی از محله های ونک تهران متوجه موضوع عجیبی توی کوچشون میشن همسایه دیوار به دیوار یکی از خونه ها بوی تعفن خیلی بدی رو از خونه بغلیش احساس میکنه موضوع رو به همسرش اطلاع میده اما زنش میگه که داری اشتباه میکنی و همچین چیزی وجود نداره احمد وقتی میبینه که زنش حرفش رو قبول نمیکنه به بیرون میره و با بقیه همسایه ها هم موضوع رو در میون میذاره اهالی محل هم پیگیر موضوع میشن ببینن قضیه چیه بو از داخل یکی از خونه های کوچه می اومده اهالی محل بعد از کلی بررسی حرفای احمد رو تایید میکنن و سریعا با پلیس تماس میگیرن تا ماجرا رو خبر بدن احمد به نیروهای پلیس میگه از امروز ساعت حدودای یک ظهر بوی تعفن توی کوچهشون پیشیده و اهالی محل هم متوجه موضوع شدن این مرد از مامورا میخواد که هر چه سریعتر خودشون رو به اونجا برسونند. تیم گشت کلانتری 145 ونک بعد از ثبت این گزارش راهی اون محل میشه ببینه موضوع چیه مامورا توی بررسی های محلی که داشتن موضوع رو تایید میکنن اما کاری از دستشون بر نمیاد صورت جلسه بعد از تکمی شدن به اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ فرستاده میشه و نیروهای پلیس آگاهی برای تحقیقات توی این زمینه راهی محل میشن پلیس با دستور قضایی درب خونه مشکوک رو باز میکنه و وارد اونجا میشه داخل خونه به شدت به هم ریخته بوده و تلویزیون بزرگی که اونجا بوده روی زمین افتاده بوده پلیس هر چقدر که به داخل اتاق نزدیک تر میشه متوجه میشه که بو از اون قسمت میاد متاسفانه نیروهای پلیس بعد از ورود به اتاق با جسد مردی که لخت بوده و قسمت سینه و شکمش هم توسط اسید سوخته شده بوده رو روبرو میشن علت بوگرفتگی ترکیب اسید با بدن این فرد بوده مامورا سریعا نیروهای امدادی رو خبر میکنن و جنازه توسط آمبولانس به پزشکی قانونی منتقل میشه پلیس تو محل حادثه اما بررسی های تخصصی خودش رو آغاز میکنه طبق شواهد و مدارکی که توی محل وجود داشته مشخص میشه که این فرد مجرده اما قسمت جالب ماجرا اینجاست که توی اتاقها به این فرد مقدار زیادی لباس زیر زنونه وجود داشته هنوز معلوم نبوده که قضیه چیه و چه چی اتفاقی افتاده پلیس با اهالی محل حرف میزنه ببینه موضوع چیه احمد فردی که با اداره پلیس تماس گرفته بوده و شناخت بیشتری هم از این آدم داشته میگه وحید یه جوان حدودا 35 سال است که به شدت بچه یه کاری و زبر و زرنگی بوده احمد میگه من با وحید ارتباط نزدیکی داشتم و تقریبا در جریان کار و زندگیش بودم به هم گفته بود که خانوادهش پشتش وای نستادن و از بچگی رو پای خودش بوده و توی هفته تیر برای خودش یه مغازه لوازم آرایشی باز کرده احمد میگه وحید سوای همه ویژگی های خوبی که داشت زیاد رفیق باز بود من یکی دو بار هم دیده بودم که توی ماشینش توی خونش دختر میاره میبره یه بار توی شوخی بهش گفتم که این کارا آخر و عاقبت نداره اما به هم میگفت که حالا مونده تا آخرش فعلا که میتونیم زندگی کنیم احمد میگه من توی این چند روز آخر هیچ چیز عجیبی از وحید ندیدم البته ما به مسافرت رفته بودیم و تازه برگشتیم منم هم همین که از مسافرت برگشتم متوجه این بوی بد شدم اونقدری حساس شدم که این موضوع فاش شد دقیقا نمیدونم که چی شده اما حدس میزنم که رفیقای این پسر توی این ماجرا دست داشته باشن احمد آدرس محل کار وحید رو هم به مامورا میده و ازشون خواهش میکنه که کاری کنن که این ماجرا همینجوری تموم نشه پلیس اظهارات این مرد رو ثبت میکنه بررسی ها حاکی از این بوده که این مرد احتمالا به قتل رسیده و مرگش عادی نبوده البته پزشکی قانونی باید این قضیه رو تایید میکرده کارشناسا ها آزمایش های خودشون رو از جسد آغاز میکنن توی بررسی ها مشخص میشه که روی بدن این فرد به مقدار زیادی اسید با درصد بالا ریخته شده بوده از طرفی توی بررسی های بیشتر مشخص میشه که علت مرگ این مرد خفگی از ناحیه گلو بوده رد جسمی که با اون این فرد خفه شده بوده هنوز دور گلوش بوده پزشکی قانونی توی بررسی های خودش تایید میکنه که این فرد به قتل رسیده و این اتفاق یه چیز عادی نیست گزارش تکمیل و تحویل پلیس داده میشه مامورا اما تحقیقات خودشون رو راجع به موضوع آغاز میکنن توی وهله اول رفت و آمدهای به محل کار و زندگی این فرد بررسی میشه پلیس تو بررسیهایی که از محل کار این فرد داشته متوجه میشه که وحید چندان هم فرد موجهی نبوده کسبه دوروبر هنوز در جریان موضوع نبودن که این فرد کشته شده اما توی اظهارات خودشون میگن که وحید پسر خوشگذرون و دختر بازی بوده و روزی نبوده که این مرد توی مغازش دختر نباشه همسایه مغازه این فرد میگه به سبب کاری که این پسر انجام میداد دخترای زیادی به مغازش رفت و آمد داشتن و اون هم اونقدر زرنگ بود که بتونه مخشونو بزنه پلیس این اظهارات رو ثبت میکنه و تو ادامه تحقیقاتش از محل زندگی این فرد متوجه میشه که رفت و آمدها به خونه این فرد هم زیاد موجه نبوده پلیس توی بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته متوجه میشه که اکثرا این فرد با ماشین وارد پارکینگ خودش میشده اما بعد از گذشت یکی دو ساعت گاهن اواخر شب دختری از خونه اون خارج میشده تصاویر بیشتری هم وجود داشته که نشون میداده این پسر هر ازگاهی هم توی خونش دور همی می گرفته و تعدد افراد و از ظاهرشون نشون میداده که اونجا اصولی رعایت نمی شده پلیس تو بررسی های بیشتر تلفن این فرد رو هم که از داخل خونه پیدا کرده بوده رو بررسی میکنه و موفق میشه آخرین تماس های این فرد رو چک کنه شبکه های مجازی وحید هم به طور کامل چک میشن متاسفانه پیام های خوبی بین این فرد و دخترایی که باهاشون در ارتباط بوده رد و بدل نمی شده پیام ها به شدت مبتزل و رکیک بودن پلیس اما مشخصات سه نفری که این فرد برای آخرین بار باهاشون تماس گرفته بوده رو به دست میاره و به سراغشون میره مامورا موفق میشن که دو نفر از این افراد رو پیدا کنن اما نفر سوم که زنی به اسم نیلوفر بوده در دسترس نبوده و معلوم نبوده که کجاست پلیس رها و مونا رو پیدا میکنه و به اداره منتقل میکنه این دو نفر در جریان موضوع نبودن و بعد از اینکه متوجه میشن وحید مرده شوکه میشن مونا دختر بوده و رها هم یه زن متعلقه این دو نفر توی اظهارات جداگانه میگن با وحید از طریق مغازش آشنا شدن مونا میگه من برای خرید لوازم آرایشی به مغازه وحید میرفتم وحید خیلی زبون باز بود از همون بار اول اونقدری با هم سمیمی شد که تونست منو اخفال کنه و با هم دوست بشیم مونا میگه من هر ازگاهی باهاش به بیرون میرفتم و یکی دو بار هم برای مهمونی به خونش رفته بودم زیاد ازش خبر ندارم و نمیدونم که چطور پسریه رها اما میگه من وحید رو از طریق یکی از دوستام شناختم که مشتریش بود از طریق همون هم با هم رفیق شده بودیم من تا حالا به خونه این پسر نرفتم و همیشه اون به خونه من میومد این یکی دو هفته آخر هم از اونجایی که سر جفتمون شلوغ بود وقت نکرده بودیم که همدیگر رو ببینیم تا اینکه این اتفاق افتاده و من الان با خبر شدم پلیس اظهارات این دو نفر رو ثبت میکنه و توی بررسی ها تایید میشه که گفته هاشون حقیقت داره رها و مونا به طور موقت آزاد میشن اما نمیتونن تا زمانی که جزئیات پرونده مشخص نشده از تهران خارج بشن مامورا همچنان به تحقیقات خودشون ادامه میدن توی بررسی های تصاویر دوربین های محل زندگی این فرد تصاویری به دست اومده بوده که کمی مشکوک به نظر میرسیده نیلوفر دختری که وحید آخرین تماسش با اون بوده یازدهم مهرما شب ساعت حدودا ده به همراه یه مرد جلوی در خونه این فرد حاضر شده بوده فیلم هایی که موجود بوده نشون میده که این دختر با پسری که کنارش بوده گویا مشکلی داشته و اونا در طول کوچه کلی با هم کلنجار رفته بودن از طرفی تو دست اون پسر یه کیسه مشکی رنگ بوده و معلوم نبوده که چیه نیم ساعت بعد از ورود نیلوفر به خونه اون پسر هم وارد خونه میشه اما خروجشون ساعت حدودای یک شب بوده نیلوفر به همراه اون پسر در حالی که استرس زیادی هم داشتن از اونجا خارج میشن و به سرعت با ماشین از اون محل متواری میشن پلیس به این قضیه مشکوک میشه برای همین هم تصاویر این دو نفر شناسایی چاپ و در اختیار پلیس آگاهی قرار میگیره تحقیقات برای پیدا کردن این دو نفر آغاز میشه جالب اینجاست که دقیقا این اتفاق همزمان بوده با زمان مرگی که پزشکی قانونی اعلام کرده بوده پلیس هیچ نشونه ای از اونها نداشته اما توی بررسی های تخصصی متوجه میشه که اسم اون پسر فرهاده و جالبتر این که این فرد شوهر نیلوفر بوده رفتار این زن و شوهر که توی کوچه توسط دوربین ها ثبت شده بوده نشون میداده که اونها به شدت با هم درگیر بودن فرهاد حین ورود یا خروج از گردن لینوفر گرفته بوده و گردنش رو فشار میداده مامورا همچنان برای پیدا کردن این دو نفر به تحقیقاتشون ادامه میدن تا اینکه فرهاد در حالی که توی ماشین در حال تردد اطراف کرج بوده شناسایی میشه پلیس موفق میشه رد این مرد رو بزنه و اون رو به همراه همسرش طی عملیاتی اطلاعاتی سمت زیبادشت کرج توی جایی که مخفی شده بودن بازداشت و راهی اداره کنه فرهاد و نیلوفر توی اداره پلیس ادعا میکنن که از چیزی اطلاع ندارن و نمیدونن که ماجرا چیه پلیس همه ی مدارکی که به دست آورده بوده رو در اختیار این دو نفر قرار میده نیلوفر و فرهاد هم که میبینن همه چیز برای پلیس روشن شده مجبور به اعتراف میشن نیلوفر که از لحاظ جسمی مشخص بوده دچار آسیب هایی شده لب به اعتراف باز میکنه و میگه اگه دیرتر رسیده بودید شوهرم من رو هم میکشت این زن میگه امروز قرار بود که فرهاد من رو هم بکشه اما شما تونستید ما رو پیدا کنید نیلوفر میگه فرهاد برای گرفتن چیزایی که میخواست باهاش منو بکشه از خونه خارج شده بود و من خدا خدا میکردم که یکی به دادم برسه فرهاد که به شدت عصبی شده بوده سر این زن داد میزنه و میگه حق کسی که خیانت میکنه و قدر زندگیشو نمیدونه چیزی جز مرگ نیست این مرد هم لب به اعتراف باز میکنه و میگه زنش باعث و بانی همه چیزه نیلوفر باعث شده که اون دست به این کار بزنه فرهاد میگه اونقدری عصبی بودم که کنترلم رو از دست داده بودم این مرد تو تشریح ماجرا میگه مدتی میشد که به زنم شک کرده بودم ما توی نیاوران ساکنیم به لحاظ مالی هم وضعیت خیلی خوبی داریم من احمق فکر میکردم که زنم به هم خیانت نمیکنه و با هم رو راسته اما رفیقم باعث شد که من بیدار بشم و ببینم که اون چه غلطایی که نمیکنه. اواخر شهریور بود که دوستم با هام تماس گرفت و گفت که نیلوفر رو سمت میدون هفته تیر توی مغازه یه لوازم آرایشی فروش دیده که با صاحب مغازه که مرد بوده خیلی صمیمی بوده جوری که همدیگر رو بغل میکردن و به هم دست میزدن باورم نمیشد من قبل از این زندگی خیلی خوبی داشتم اما مثل این که همش کشک بوده ازش خواستم فیلم بگیره اما گفت که از اونجا رد شده و دیگه نمیتونه این کار رو بکنه رضا دوست صمیمین بود اون به هم کمک کرد که فهمیدم ماجرا چیه بعد از این قضیه بود که بزنم مشکوک شدم از رضا خواستم که من هر وقت از خونه خارج میشم اون رو تعقیب کنه ببینم کجا میره دو سه روزی گذشت که فهمیدیم نیلوفر به خونه ی همون لوازم آرایشی فروش هم رفت و آمد داره رضا تمام جزئیات رو با گوشی ضبط کرده و موجوده فرهاد همه چیز رو در اختیار پلیس قرار میده و رضا رو هم به اداره پلیس منتقل میکنن این مرد میگه بعد از اینکه همه چیز رو دیدم مس شدن زنم تو بغل اون وحید نامرد توی کوچهشون رو دیدم به کل به هم ریختم صبح یادزهان بود زنم گفت که برای کاری باید به بیرون بره ازش پرسیدم که کجا قراره بری گفت میرم سمت هفته تیر گفتم مغازه وحید فکر نمیکنی الان زوده که بری بغلش همین جوری موند اجازه ندادم حتی حرف بزنه تا میخورد کتکش زدم اینقدر زدمش که دیگه نفسش به سختی بالا میومد بلندش کردم و مجبورش کردم که برای شب با وحید قرار بذاره من توی گوشی زنم از این دو نفر چیزایی دیدم که باورم نمیشد از قبل اسی تهیه کرده بودم و قصدم آتیش زدن وحید بود مستقیم به خونش رفتیم نیلوفر وارد خونه شد بعد هم من وحید که منو دید همینطور مونده بود نمیدونست که باید چی بگه و فقط میگفت که من توضیح میدم بهش امون ندادم و تا میخورد اون رو هم کتک زدم بعد هم کمربندم و انداختم دور گلوش رو خفش کردم نمیدونم چرا اما هیچ چیزی احساس نمیکردم اینقدر عصبی بودم که چیزی رو نمیدیدم کل اسیدی که خریده بودم رو ریختم روش میخواستم کبریت بزنم که زنم التماس کرد که آتیشش نزنم منم یکم به خودم اومده بودم احساس کردم اگه این کار رو بکنم گیر میافتم برای همین اونو همونطور رها کردم و از خونه خارج شدم بعد این اتفاق به ویلای زیبا رفته بودیم اونجا زنم رو هر روز شکنجه میکردم میخواستم حسابی عذاب بکشه بعد بکشمش اون زندگی منو نابود کرد منم میخواستم انتقام بگیرم پلیس اظهارات این مرد رو ثبت میکنه رضا هم اظهارات فرهاد رو تایید میکنه و هر آنچه که دیده بوده رو با معمولا به اشتراک میذاره نیلوفر هم اما حرفای خودش رو میزنه این زن میگه اشتباه کردم که به حرفای وحید گوش دادم من نباید به شوهرم خیانت می کردم که حالا به اینجا رسیدم نیلوفر میگه من مشتری مغازه وحید بودم همیشه با دوستم به اونجا می رفتیم نمیدونم از کجا اما اون شمارم رو پیدا کرده بود ازم خوشش اومده بود و مدام به هم پیام میداد. بهش گفته بودم که شوهر دارم مزاحمم نشه اما بیفایده بود اونقدری پاپیچم شد که دیگه نتونستم کاری کنم من اشتباه بزرگی کردم نباید به شوهرم خیانت می کردم. چند باری با وحید به بیرون رفته بودم و دو سه باری هم منو به خونش برده بود هر بار می گفت که نگران نباش شوهر چیزی نمی فهمه اما آخر سر همه چیز لو رفت پلیس اظهارات این فرد رو هم ثبت می کنه و پرونده هر دو نفر رو تکمیل می کنه فرهاد توی محل حادثه صحنه جرم رو بازسازی میکنه و هر دو به بازداشتگاه منتقل میشن تا دادگاهشون برگزار بشه فرهاد متهم به قتل عمد وحید و نیلوفر هم متهم به رابطه نامشروع و معاونت در قتل میشه جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه پلیس توی تحقیقاتی که داشته متوجه میشه که پدر و مادر این پسر فوت شدن برادر وحید اما توی دادگاه حاضر میشه و اول درخواست قصاص میکنه قاضی پرونده هم از اونجایی که همه چیز مشخص بوده فرهاد رو محکوم به قصاص میکنه از طرفی نیلوفر هم به اتهام معاونت در این قتل به هشت سال حبس و به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم میشه البته توی پرونده ذکر شده که برادر وحید بعد از کلی پیگیری که وجود داشته از درخواست قصاص خودش در ازای دریافت دیه گذشت میکنه خیلی خوشحالم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات قتل زن و مردی توی خونه مجردی هست که دختر اون مرد این کار رو انجام داده بوده چون پدرش اون زن رو سیغه کرده بوده رو تماشا بفرمایید